خیلی گروه زیادشون بیلیاقتن، نه اکثر ولی گروه زیادشون بیلیاقتن، باید اول ما به این نتیجه برسیم که پسرها همشون بیلیاقت نیستن. تا اینجا با هم دیگه موافق هستیم. پس میمونه شما همه کسایی که به پستت خوردن بیلیاقتن، پس معلومه مشکلی از خودت هست، یا فکر درست نیست، یا خود آدم بیلیاقتی هست، یا بلد نیستی آدما رو پیدا کنی. پس هرچی آشغال دور و بر خودت جمع می‌کنی. غیر از این اگه بود، پس آدم با لیاقت هم پیدا میشد. پس به این معنی هست که شما همه بیلیاقت ها رو پیدا میکنی، میبری تا لب چشمه تشنه برمیگردونی. درسته؟ بعضی هاشون لب چشمه یا آبی هم میخورن. درسته؟ نه اتفاقا هیچ کدومتون پدری. خیلی خب، پس شما همه پسرها چون همه بیلیاقتن، همه که فهمیدین بیلیاقت نیستم، شما میگردی آشغالا و بیلیاقتا رو پیدا میکنی، مثل کهربا که کاه جمع میکنه. مثلا اونایی که مثلا پسرایی که بیلیاقت نیستن، اونایی که با آدم سکس میکنن. من اصلا نه همچین حرفی ندادم. اون آشغالا بیلیاقت نیست. من اصلا چه حرفی ندادم که کی با لیاقت شما داره. لب چشمه هر کس که میاد لب چشمه مثلا نمیتونه انگشت بزنه و نمیتونه کاری بکنه، میشه آشغالا بیلیاقت. شما داره میگی، من چه حرفی ندادم که شما داری میگی همه بیلیاقتن. من میگم شما چرا پسرها رو میبری لب چشمه؟ من نمیخوام. ها؟ نه دوست بفهم، نمیخوام برای من خرج کنن، این کار بکنن، کار بکنن. مثلا ما اول بهشون میگم که آره من مثلا باهاتون دوست میشم، اما من یه چیزو نخواهم، من سکس نخواهم. از من سکس نخواهم. بعد اگه شما قرار نیست، اگه شما قرار نیست به پسر سکس بدی، اگه شما آدم دروغگو و شارلاتان و بازیگری نیستی و راستگو هستی و قرار نیست به پسر سکس بدی و بهش هم گفتی که من به تو سکس نمیدم، پس شما چرا میبری دیگه لب چشمه طرفو؟ خودش میاد. آره نوسته برم برو فعلا خود فکر کن من چی گفتم. شوی پرچونه بفرمایید. با بهروز رو ایر هستی. خودش میاد، انگار خودش میتونه هر جا بخواد بیاد. خودش اومد تو اتاق خواب من وقتی مامانم اینا رفته بودن شما مامانم اینا رفته بودن آلمان. خودش اومد سه روز خونم بود. خودش اومد. همینه دیگه، مسئولیت همه کارهایی که مردم میکنن گردن مرداست. هر جا شیرین و قشنگ پذیرفته میشه، هر جاش که خوشش نمیاد رد میشه، ولی همیشه مسئولیتش در واقع وقتی اومد تو رو حامله کرد خودش اومد. پس چرا این همه پسرهای دیگه خودشون نیومدن؟ خودش اومد. و عمو پرچونه نمیتونی این کلکا بزنی. بچه هم باید گوش بدن، پسرها باید گوش بدن. نه دخترها رو زور بکنین، نه ریپ کنین، نه اذیتشون کنین، نه فوش بدین، نه کتک بزنین. محکم مثل یه مرد وایستین. همچین بهت میچسبن، این آهنربایی که براده آهن جلد میکنه میچسبن بهت، ولت نمیکنن. یک قرونم پولن. اون احمقایی که میرن پول خرج میکنن بعد تا لب چشم میرن تشم اگر، حماقت مرده است. این دختر که دمش گرم، من همیشه بگم هر تیغی از مرد میزنین دمتون گرم. چون مردای احمق باید یاد بگیرن که چجوری جواب اینا رو بدن و چجوری با اینا زندگی کنن. اب نداره. من دوستایی دارم 40 تا دختر دور و برشونن، همه دارن ازشون سرویس میگیرن. بعد تو خیابون نگاهش میکنی ای ول دمش گرم، هر روز با سه تا دختره. خب هر روز داره سواری به سه تا دختر میده. یه آدمی هستم هر موقع میبینی اندام قشنگ، قیافه خوب، پولم داره، خوش قیافه، خوش قدم هست، همه چیزم هم خوب است، با این ماشین خوبم میاد تو مهمونی و همیشه هم تنهاست. یعنی چی؟ مثلا یعنی خونه خوابیده تنها همیشه، سرویس حمالی نمیده. لب چشمه کسی نه، چشمه تو خونشه، هر کی خواست خودش میتونه بیاد لب چشمه، اینجای نمیده. اون مرده اون جذابیت داره، وگرنه اینجوری به ریشت میخنده. این دختر که این کارو با شما میکنه دمش گرم. من میگم دمتون گرم، بازم بکنید تا خرج در جهان شما پیاده نباید برید. میخوایم با دخترها حرف بزنیم که مردا رو میبرن لب چشمه تشنه برمیگردن. شوی پرچونه بفرمایید. شوی پرچونه بفرمایید. با بهروز رو ایر هستید. الو بفرمایید. رو ایر هستید با بهروز. الو صدای تلویزیون شوی پرچونه بفرمایید. شوی پرچونه بفرمایید. با بهروز رو ایر هستید. الو شوی پرچونه بفرمایید. با بهروز من قبلا عذرخواهی کردم. شوی پرچونه بفرمایید. با بهروز رو ایر هستید. مرسی. شوی پرچونه بفرمایید. با بهروز رو ایر هستیم. الو بفرمایید. با بهروز رو ایر هستیم. سلام.
شما. سلام. خوب هستید؟ صدای تلویزیون تا آخر کم کنیم، به فرمان رو ارس. بله. میخواستم درباره برنامه تو صحبت کنم. بله بله بفرمایید. من یه دوستی داشتم اونم علی خانی. سوده هستم من. چی هستین؟ سوده هستم، اصلا سوده. خب ها بفرمایید. یه چند باری رفتیم، هر کاری هم با من خواست کرد. خب. ولی الان دوستای دیگه گیر آورده، منو ترک کرده. شما چی میگی؟ من چی بخوام بگم؟ صدای تلویزیون تو کم کن عزیزم، صدای تلویزیون کم کن. من چی میگم؟ من میگم استفاده کردی از حضور یه مردی، اگه خوشت اومد لذت بردی نوش جانت، اگر از لذت نبردی میخواستی نکنی. کسی به شما حمله نکرده، کسی به شما تجاوز نکرده. شما پا گذاشتی روی عرف اجتماعی، پا گذاشتی روی مذهبت، پا گذاشتی روی حرف بابات، پا گذاشتی روی همه چی، با این آقا خوابیدی. خیلی خوب، اگه لذت بردی نوش جانت، اگه لذت نبردی باید ادامه نمیدادی. حالا هم ایشون رفته، اگه شما میرفتی اون باید چیکار میکرد؟ اگه شما میرفتی باید چیکار میکرد؟ میومد بم میذاشت در خونتون، آتیش میزد، باباتو میکشت، قتل عام میکرد؟ نه، شما خوشت نیومده رفتی، ایشون خوشش نیومده رفته. شما اگه ناراحت میشه یک کسی خوشش نیاد بره، شما اول میسود مثل مامان بزرگت، مثل مادرت میشینی خونه، منتظر خواستگار میمونی، آقا میاد اول کاغذا رو امضا میکنه، بعد لباسای شما رو در میاره. مثل بقیه کسایی که ازدواج کردن. شما اگه میخواید برعکس بری، اول لباسا رو در بیاری بعد این بیاد کاغذ امضا کنه، نمیشه. کاغذم که امضا نکرده ممکنه 3 ماه با شما بمونه، 6 ماه بمونه، 1 سال بمونه یا 7 سال بمونه. هر روزی شما میتونی بری، اون میتونه بره. چی میخوای من بهش بگم؟ من به شما میگم نوش جونت اگه خوب بود، اگرم بد بود ادامه نده. اصلا به جهنم که اون رفته یا نرفته، اصلا چه اهمیتی داره اون مرده؟ شما واسه مهمه این کار خوبه یا خوب نیست. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رو ایر هستی. بهروز جان بفرمایید. خسته نباشید. من خواستم بگم که اولا که اگر که متاسفانه بچه افتاده توی ایران، اگر یه دختری با یه پسر دوست میشه، فکر میکنن که وایلا اگه یه دستی بهشون بزنه همه چی تموم میشه. در صورتی که نه، اون اولا یه نیاز بین هم دختر هم پسر. اگر پسر میره جلو یه نیازه. ببخشید چی رو شما داری سر شما داری سر جلو بزن. ببخشید شما الو شما داری سر الو 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 جانم شما داری سعی میکنی چی رو توضیح بدی؟ من نمیفهمم. نه من میخوام جواب اون سوالو با یه پیشتنی کوچولو. نه شما، من میخوام شما دختری هستی که پسرها رو میبری لب چشمه یا نه؟ من یک از دوستان هست میخوام برات بگم. نه نمیخوام، اگه شما هستی من باید حرف میزنم، اگه نه من باید حرف میزنم. خیلی ممنونم، مرسی. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رد شد که. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رو ایر هستیم. مرسی، بفرمایید. حال شما. مرسی. اصلا ببینم شده تا حالا برای تو اتفاق افتاد چی که شما رو نه فهمیدم، صداتون قطع شد، یه بار دیگه بگین لطفا. میگم تا حالا شده که وقتی که شما رو کسی شما رو برلاتش میره، برای همه مردا اتفاق افتاده، برای همه مردا اتفاق افتاده، برای بزرگترین جنگجوهای دنیا هم شده یه مشت خوردن تا حالا. حالا که چی مثلا؟ برای چی این سوال رو میپرسی؟ محمد علی کلی، کارلوس دلا هویا، اینا همش مشت خوردن، دلیل بر چی میشه؟ حالا شو که چی مثلا؟ یعنی میخوای بگی من عقده ای هستم؟ به صداتون خیلی بد قطع و وصل میشه، معذرت میخوام. یه بار دیگه زنگ بزنی این خانم اگه بود بگو دوباره لطفا بذارش رو خط. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رو ایر هستی. آقا بهروز بفرمایید، رو ایر هستی. آقا بهروز، من در میخوام گفته های اون خانمی رو که گفتن که پسرا لایق نیستن لیاقت هیچی ندارن شما بدم. شما دختری هستی که شما دختری هستی برادر دایی عمو ببخشید خانم، جنس مرد اصلا لایق نیست. خانم خانم اگر مرد بیزنیم خانم خانم الو 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 اینجا شوهر شما نیست دا شوهرت نیست حرف میزنی، برنامه تلویزیونی، شوهرت مجبور خفه بشه هرچی تو میگی بگی، آخرش
زندگیش به هم نخوره. ولی اون که شوهر شما نیست، در نتیجه با بدهی به شما نده. شما زنگ زدین، اومدین رو ایر، اجازه گرفتین، پول خرج کردین، منتظر شدین تا نوبت به شما رسیده. من اجازه دادم شما حرف بزنین، پس از شما خواهش میکنم راجع به موضوع شوی من حرف بزنین. هر موقع از این قضیه ناراحت هستین، شما یه شو برای خودتون درست کنین، هر چی میخواین بگین، یا که به تلویزیون‌های دیگه زنگ بزنین ببینید و برنامه اون رو حرف بزنین. پا کفشتون رو بکشین بالا، همجور رو سرتون راه برین. اونا هم با لبخند بله بیننده عزیز دیگه‌ای صحبت می‌کنین. بله اونجا میتونی هر چی می‌خوای بگی. اینجا من تعیین می‌کنم شما چی میگی. دوست داری زنگ می‌زنین. بریم چند تا آگهی می‌بینیم، برمیگردیم. ها یه خط بگیریم. باشه شوی پرچونه بفرمایید. با بهروز روئر هستید. من سلام نمی کنم ولی میخوام یه چیزی رو بگم. بعد از گذشت این همه سال، به 7 سال من برنامه آپیم نگاه میکنم و یکی از بهترین برنامه ها برنامه شما و خود شما هستید. میخواستم اینو بگم که بعد از 7 سال یه تجربه رو میخواستم بزنم در اختیارتون. من یکی از اونایی بودم که خیلی از مردم میگوتن لب چشمه هشتی برمیگردیم، ولی بعضی از مردم واقعا خودشون میخوان. باور کنیم شما با 7 سال با یکی دوست بودن و طول این 7 سال هر کاری کردن که بگم بابا یادو داره با من خرج میکنه. خب بزن من در اختیارش خواهد اصلا خودش نمی، یعنی واقعا بعضی از مردم خودشون نمیخوان. خب خودشون نخوان. این دلیلش که شما اینا رو ببرین سر چشمه تشنه برگردونین. سر چشمه میبری آبش بده، نمیخوای آبش بدی سر چشمه چرا میبری؟ شما برو بیرون، نمیذاره شما خرج کنی، شما فرج نکن. لب چشمه اومد میخواد لباسای شما رو بکنه. اگه میخوای بگی نه لب چشمه نبرش، چرا میبریش لب چشمه؟ به انقدر پول غذا بده که جونش درات دیگه. لب چشمه چرا مجانی میبریش؟ باورتون نمیشه، یعنی اصلا خودش زیر بار این حرفا، یعنی من میگم عین این مردا هستن. خیلی خوب باشه، این مرد نمیخواست، این مرد نمیخواست بیاد با شما روابط جنسی داشته باشه. من نمیدونم واقعا قضیه چه شکلی بود. اصلا هرگز نخواست بیاد با شما یه جایی تنها باشه، کاری بکنه با شما. چرا شما گفتی نه تنها بودی؟ نه ببین خونه متعددی داشت و تنها بود. شما گفتی نه، شما رفتی تو اون خونه لباس خوشگل پوشیدی رفتی اونجا نشستی. آره گفتم نه، بعد از اون خودم خواستم. خب پس شما تشنه بر نگردوندی کسی رو که لب چشمه نبردی. بخشید من متوجه حرف شما نشدم. شما پس کسی رو تشنه بر نگردوندی لب چشمه که میگم، یعنی مردهایی هستن که خودشون میخوان این گیل باشون رفتا بشه. نه مرده نمیخواد شما ببری لب چشمه تشنه برش کردین. مرده دلش میخواد به خاطر اون ادا و اصول ایرانی که به نظر من چیز عاقلانه ای هم نیست، میخواد پول میزو خودش بده، نمیخواد شما دست تو جیبت بکنید. خیلی خوب، این چه ربطی داره به اینکه شما لب چشمه برید تشنه برگردین که شما هم این کارو نکردی. متشکرم از تعارفت، از کامپلیمنتت، حرفت هم مرسی. برنامه آیا اومده، من مجبور بودم یه خود سری برم. میریم و برمیگردیم، فقط با خانمای صحبت میکنیم که پسرا رو مردا رو میبرن لب چشمه تشنه برمیگردن. میخوام ببینم اگه این کار خوبه و عالیه، پس چرا پسره که با احساسات شما بازی میکنه کار زشتی میکنه؟ اگر این کار بده، پس شما داری کار بد میکنی، پس چرا شکایت میکنی از دیگران؟ خودت هم شیاد و دروغگو هستی و استفاده از مردم، سوء استفاده از احساسات مردم میکنی. میریم و برمیگردیم راجع به این قضیه صحبت میکنیم. تابستان لس آنجلس با موسیقی راک و هوی متال آنقدرها هم گرم نخواهد بود. همه سبک‌های گیتار را در مدرسه گیتار نیروان یاد بگیرید. موسیقی پاپ ایرانی، جاز یا بلوز، در هر رده‌ای که هستید همیشه جای پیشرفت وجود دارد. با 1-866 راک تایم تماس بگیرید. به روز پاکشیر یک گیتار الکتریک یا آکوستیک به تمام هنرجویان هدیه می‌دهد. 1-866-762-5846. کمربند لاغری سلیم بلت، قدرتمندترین کمربند ویبره، کاهش 10% از وزن در کمتر از 1 ماه. سوتین ماجیک برا، پرومدهی عضلات سینه، کوچک کردن و یا افزایش سینه در کمتر از 1 ماه. پودر چاقی وی، چاق شدید و چاق بمانید. رفع سفیدی مو در کمتر از 3 هفته، با تقویت رنگ دانه ها سفیدی موهایتان را رفع کنید. شلوارک های لاغری ترهلی، دستگاه ماساژور پا برای رفع خستگی پا و افزایش جریان خون در بدن.
دستگاه اپلاسیون دائم در کمتر از 3 جلسه رفع موهای زائد به طور دائم. دیگر نگران ریزش موهای خود نباشید. لیسیون و شامپوهای تغییر کننده مو تاپیکس، پودر پرپوش کننده تاپیکس در سایزها و رنگهای مختلف، بروس روانتا چرخشی و حرارتی، دیگر نیاز به سشوار ندارید. گنهای لاغری، کاهش 3 سایز به محض پوشیدن. Changed. Now there is no up or down. Introducing Mach 3 Turbo. Total comfort whether you shave down or up. A new anti-friction coating on all three blades. Plus a new strip releases even more lubrication. So even against the grain, you get less irritation and the closest shave. It's turning the shaving world upside down. The revolutionary new Mach 3 Turbo. From Gillette, the best a man can get. اکنون دنیا ریل استیت افتخار دارد. پروژه رویایی در دبی که با واقعیت درآمیخته است را به شما معرفی کند. سیتی آف عربیا، مکانی رویایی با استانداردهای جهانی و هر آنچه را که شما در رویای خود برای یافتن یک زندگی راحت دارید در اینجا خلاصه شده است. آرامش، بیزینس، تفریح، خرید و اقامت در سرزمینی رویایی با واقعیتی که ما آن را برای شما محقق خواهیم ساخت. بادی باک، بنیز دبی، منطقه مسکونی منحصر به فرد با برخورداری از همه زیبایی‌های خلاصه شده شهری. دنیا ریال استیت. تلفن دبی 229-29-30-40-50. Are you losing hair? Don't lose hope. Introducing Pantene Anti-Hair Fall. Its Pro-V Amino formula nourishes your hair from root to tip, reducing hair fall due to breakage by 50% in just 2 months. Strengthen your hair against hair loss. New Pantene Anti-Hair Fall. So healthy, you'll love your hair. ديسمبر عام 2006 ميلاد. المهمة البحث عن مركز ذو قيمة وجودة عالية. الموقع في الأرض، طريق دبي الشارقة، أكبر مركز للتسوق بالمنطقة، الأنصار مول. أخذت المول تجد كل الطبقات. ملابس عجيبة، طب التصوير هذا وش الجودة؟ كل ملابس يلبسون. أشيك السوبر ماركت، أحذيتهم غريبة. شوف كفر التلفزيونات، قيمة والجودة تجدها فقط بأنصار مول. سوف أكون هنا من بعد. همسر ایدئال خود را در سایت اینترنتی manotour.net جستجو کنید. manotour.net. ديسمبر عام 2006 للميلاد. المهمة البحث عن مركز ذو قيمة وجودة عالية. الموقع في الأرض، طريق دبي الشارقة، أكبر مركز للتسوق بالمنطقة، الأنصار مول. أخذت المول تجد كل الطبقات. ملابس عجيبة، طب التصوير هذا وش الجودة؟ كل ملابس يلبسون. أشيك السوبر ماركت، حصريتهم غريبة. شوف كفر التلفزيونات، قيمة والجودة تجدها فقط بأنصار مول. سوف أكون هنا من بعد. پرواز کنید، پرواز کنید تا دیار یاران ایران. با بهترین پروازها،
در سریع ترین زمان ها از تمامی سرزمین ها با نازل ترین قیمت ها و شیرین ترین لحظه ها با همسفری که بدان اطمینان دارید. پارس ترابل، پارس ترابل عضو یاتا با 25 سال سابقه درخشان، دارای تیم بزرگ و مجرب ایرانی، با 2 شعبه در شهر و فرودگاه فرانکفورت، آماده خدمت به هموطنان عزیز در سراسر جهان. آخرین اطلاعات و قیمت‌های پروازها در www.parstravel.net. تلفن جهت رزرو بلیط 2049 60 230 882 و 3. سفر با پارس ترافل، سفر با بهترین هاست. پارس ترافل. مشاورین املاک اوشن پس از سالها تجربه در امر خرید و فروش املاک در امارات متحده عربی، هم‌اکنون می‌تواند دروازه تحقق رویای شما باشد. جدیدترین پروژه‌های مسکونی و تجاری را در امارات متحده عربی از ما بخواهید. سرمایه گذاری مطمئن، اقامت دائم، اقساط بلند مدت بانکی، مالکیت 100%. جهت هر گونه مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید. دبی 20971814 2061 882 و 20975 55 918. مشاورین املاک اوشن، دروازه تحقق رویای شما. آقا جون بیا ببر، تموم شد. Babbling by the pound. داریم با خانمای صحبت میکنیم که آقایون رو میبرن لب چشمه، تشنه برمیگردن. سوال اینه از اون خانما که میخوان زنگ بزنن، اگه بردن آقایون لب چشمه و تشنه برگردوندن، بهشون نشون دادن گوشه سکس رو بهشون نشون میدی، آمادش میکنی، یه جایی میبری، تحریکش میکنی و بعد بهش چیزی نمیدی و در ازای این قضیه کلی شام و نهار و تشکیلات و اینجوری ازش تیغ میزنی، این کار زرنگیه و اشکالی نداره که منم بهت میگم دمت گرم اگه خردیدی سوارش بشو، اگه این کار اوکیه. پس طرفم یه موقع با شما اومد، 2 ماه 3 ماه با شما بود، لذت برد، بعد با 2-3 نفر دیگه هم رفت، اصلا دیگه نخواست باید حرف بزنه، دیگه بازی با احساسات شما نیست. یا اصلا بدتر از اون بهت بگی من عاشقتم، دوستت دارم، اصلا میخوام باید ازدواج کنم و بعد باش شما بری سکس داشته باشی و بعد باشو بکشه بره. خب اونم یه دروغی، یه نمایشی داده، دروغی گفته رفته دیگه، بچه اون بعد این خوبه. دقت کردین دخترایی که پسرای من لب چشمه برمیگردن همش میگن پسرای عوضی، پسرا عوضی هن همشون. چرا؟ به خاطر که تو با این کارت عوضی ها رو جذب میکنی به خودت. آدم حسابی که نمیاد دنبال تو بره، عوضی ها رو جذب میکنی. عوضی ها یا یه روز چاقو بهت میزنه، یا یه روز چهار تا رفیقاش میرزه سرت رپ و تجاوز بهت میکنه، یا اینکه نه بالاخره میگه یکی این دفعه که رفتین لب چشمه پات سر میخوره میافتی، بعد همراهشو میکشه میره. آشغال کثافت 4 نفر دیگه مثل خودتم که کسای دیگر رو دارن میبرن لب چشمه های مختلف، اونا رو میگیره به بدن تو اضافه میکنه. اگر قراره اون خوبه پس اونم خوبه، اگر قراره اون کار بده و بازی و احساسات بده، خب شما چرا میکنی؟
شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رو ایر هستیم. آقا بهروز جانم بفرمایید. میخواستم از شما بپرسم، اگر البته برای همکار مهربون و مؤدبتون توضیح دادم، از من خواستن 8 دقیقه منتظر بمونم. خواهش من هم موندم. فقط به اون امید که با شما حرف بزنم. من اولین باره برای شما تلفن میکنم. افتخار دادیم. ممنونم ازت. من خیلی خیلی دوست داشتنی هستید اولا. بعدم این که میخواستم به شما بگم، آیا شام خوردن یک دختر با یک پسر، آیا بعد پشتش مسئله جنسی باشه، بهای خیلی سنگینی نیست؟ اولا که به نظر من هیچ چیزی بهای چیز دیگه نیست، مگر شما خودتون این بها رو تنظیم بکنید، این قیمت رو تنظیم بکنید. وقتی یه پسری با یه دختر میره بیرون، نه این معامله میگم، بله این معامله، نه اصلا این معامله سنگینه، چون خیلی از دخترها هستن که بدون ناهار یا شام خوردن هم میرن سکس میکنن با پسرها، اصلا این قیمت اون نیست. متوجه هستین؟ خیلی از خانم‌ها فکر می‌کنن که من میگم که یعنی حالا اوه 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 حالا پولی شام دادی، حالا مگه چی شده؟ نه این قیمت اون نیست. مهم اینه که دختری وقتی با یه مردی میره بیرون، یه دفعه دو دفعه سه دفعه، و به مرد اجازه میده که این پول واسش خرج بکنه، مطمئنه که این مرد به این اترکشن و جذابیت داره و داره این پولا رو خرج می‌کنه که دستش به این برسه. و اگر این دختر نمیخواد دست این آقا بهش برسه، باید اولا نذاره که اون پولو طرف بده و بهش هم بگه آقا جون من به شما جاذبه جنسی ندارم، ما با هم دوست هستیم و فکر سکس و هیچ چیز دیگر هم با من نکن، اینم نصف پول شام که خیال نکنید. ولی وقتی نشسته اون پشت به دست و دست میذاره و تنگون، معلومه که این فکر میکنه این آقای بدهی داره و یه اجباری داره که این پولو بده و آقا هم پولا رو خرج میکنه برای سکس این خانم. متوجه فرق قضیه هستین؟ بله. بله. اشکال از هر دو طرفه. 100%. اشکال اولی از مرد. میاد. جانم بفرمایید. بفرمایید. چی میگفتی؟ همین آقایی که میاد این خرجا رو میکنه به خاطر دسترسی به یک دختر، و همین خانمی که خیلی راحت شخصیت زیر پا میذاره و میاد اینقدر خودش کوچیک میکنه که هیچ وقت دست به جیب نمیکنه. بله. بعد میمونه که مردها پولش حساب کنن. 100%. این هر دو طرف به نظر ما مشکلن. بیان یه جور دیگه مسئله، چون من خودم یه خانم 41 ساله هستم و سالها ازدواج کردم، 3 دختر بزرگ دارم. بله. دخترهای من هم اینا تعریف نمیکنم، مثلا دختر بزرگم 20 سالشه. تا الان یعنی هیچ وقت این باور کنید، این اصلا شعار نمیدم، اصلا واقعا تا حالا دوست سری نداشته و اینقدر راحت داره زندگی میکنه، هیچ کمبودی هم احساس نمیکنه. اما من میگم اگر فرزن بخوان دوست سر بگیرن، آیا این خیلی پسرها چرا اولین چیزی که به ذهنشون میرسه همین مسائل؟ یعنی ببخشید یه لحظه دستم خورد به تلفن، گفتین به ذهنشون میرسه همین مسائله، یعنی یعنی چی؟ ادامه بدین، من دستم به تلفن خورد. همین مسائله، یعنی اگر هم بخوان دوست بشن فقط همین مسائله در نظر میگیرن. یعنی سکس منظورتونه؟ یعنی سکس منظورتونه؟ بله بله. 100% تنها چیزی که مرد در وهله اول از دختر شما بر هر زنی روی کره زمین میخواد سکسه، هیچ چیز دیگه ای نیست. اگر قرار بود من نمیدونم، اینو من خلق نکردم، من این جهان رو خلق نکردم، بریم با اون کسی که خلق کرده صحبت کنیم. مسئله اینه که مرد به سمت زن میاد کاری جز سکس باهاش نداره و زنه چون اینو مگه داره بهرت اینطور نیست. 100% اینطور. آدم خیلی خوب. 100% اینطور. آدم های خیلی خوب هم هستن تو دنیا. یعنی اگه کسی برای سکس میاد سراغ زنی آدم بدیه؟ نه. اگر طبقی چارچوبی باشه لاغل، نمیگم حالا چارچوب شما تعیین میکنی یا چارچوب اون شخص خودش تعیین میکنه؟ کی این چارچوب رو تعیین میکنه؟ من فکر میکنم در مسائل انسانی واقعا بریم به قهقرا میدیم. من کاری ندارم خانم، من که نمیخوام بحث تاریخی رو نمیدونم چی با شما بکنم، من واقعا واقعیت رو دارم به شما میگم. درسته. واقعیت اینه که دختر شما با پسری میره بیرون. به اجازه بدید من واسهتون بگم، دختر شما فکر بالاخره باید فرض کنیم دختر شما دختر خوشگلیه، خب؟ بله. حالا فرض کنیم همینطوره. همینطوره؟ هر چیز دختران خوشگله. خدا رو شکر. پس من خیلی راحت میتونم با شما صحبت کنم. دختر شما دختر خوشگلیه. پس ما میتونیم بگیم که در طول روز یا در طول هفته حداقل 7 8 نفر میخوان با این خانم شماره تلفن بگیرن یا ببرنش بیرون. درسته؟ نه اینطور نیست. پس خوشگل نیست. اگه این تو اگه خوشگل باشه دست شما نیست، دست اونم نیست. وقتی راه میری مثل آهنربا میچسبن بهت، اگه خوشگلی مردم میان سراغش. از این لحاظ بله. خیلی خوب. پس مردم میان سراغش.
و بله. این خانم اگر حالا دیت نمیکنه و با کسی بیرون نمیره یا شما نمیدونی که میره یا نمیره کاری ندارم، فرض بکنیم بخواد این خانم باید بره بیرون، این خانم که با همه نمیتونه بره بیرون، کسی رو انتخاب میکنه که از لحاظ ظاهر خوشش میاد ازش و به خاطر کسی رو انتخاب میکنه که جذابیت جنسی و ظاهر خوبی داشته باشه و بعد با اون میره بیرون، پسرم بر مبنای همین سکس